و اما ترانزیشن، یکی از چیزهایی که بین دو تا کلیپ شما ممکنه بخواید استفاده بکنید در واقع ترانزیشن هست، یا همون تبدیل از یک تصویر به یک تصویر دیگه. اولین نکته رو خدمتتون بگم که اگر ابتدای کات شما، یعنی مثلا از اینجا به قبل، یا انتهای کلیپ قبلی یعنی از اینجا به بعد شما تصویر نداشته باشید، طبیعیه که ترانزیشن روی یک طرف کات انجام میشه، چون ترانزیشن به صورت عادی و به صورت منطقی وقتی که شما این بین قرارش میدید، یه مقداری از تصویر این ور و یه مقداری از تصویر این طرف کات رو با هم قاطی میکنه و یک ترانزیشن ایجاد میکنه. اگر از این قسمت تصویر اضافه تری نسبت به کات نداشته باشه، نمیتونه روی اون قسمت کلیپ بریزه، یعنی نمیتونه با اون ترکیبش بکنه تا اون کار رو انجام بده. به طور مثال الان شما میدید من اینجا یه ترانزیشن زوم به تصویر اضافه کردم، از اینجا داره ترانزیشن شروع میشه، درسته؟ ولی کات ما از اینجا شروع شده، یعنی اینجا که الان زمان 3.7 هست، 3 ثانیه و 7 فریم، تا شروع کات ما که 3.18 است، 11 فریم زودتر این کلیپ شروع میشه. به عبارت دیگه این کلیپ باید 11 فریم حداقل اضافه تر داشته باشه تا این ترانزیشن بتونه عمل بکنه. از طرفی این کلیپ هم از اینجا تا انتهای این تصویر ادامه داره، پس این کلیپ هم باید تصویر اضافه تری داشته باشه. به عبارت دیگه شما زمانی که میخواید یه ترانزیشن ایجاد بکنید، تصویرتون باید به یه همچین شکلی باشه تقریبا، البته یعنی یه محدوده‌ای که این دوتا تصویر روی هم قرار میگیرن و اون روی هم قرار گرفتن هست که بینش ترانزیشن ایجاد میشه. نمیدونم این توضیح چقدر کمکتون کرد، فقط امیدوارم زمانی که دارید کار میکنید توی آینده و احیانا دیدید که کلیپتون وقتی ترانزیشن روش میندازید و درگ میکنید کار نمیکنه، این نکته رو هم در نظر داشته باشید. شاید یه مثال عملی برای این حرف من این اتفاق باشه. اجازه بدید من یه مقدار این کلیپ ها رو ببرم جلوتر، این یکی کلیپ رو بزرگتر بکنم. حالا از اونجایی که شما توی توضیحات من حتما متوجه شدید، الان دیگه انتهای کات من انتهای کلیپ هست، تصویر اضافه تری من ندارم. اگر من همون کار قبل رو انجام بدم، بیام و این ترانزیشن رو اینجا درگ بکنم، همونطور که شما می‌بینید بینابین نمیتونه قرار بگیره، یعنی یا فقط روی کلیپ قبلی قرار میگیره که همونطور که شما می‌بینید توی این لحظه میاد و کامل میشه، یا فقط روی کلیپ بعدی قرار میگیره. یعنی در واقع اینجا چون این یکی کلیپ هیچ تصویر اضافه تری نداشت، این ترانزیشن ما با وجودی که من بین کات دارم درگش میکنم، تمام تصویر رو از این یکی کلیپ میگیره. خب امیدوارم این توضیح یه مقدار گمراه کننده نبوده باشه براتون و توضیح کافی بوده باشه در مورد ترانزیشن. با این پیش فرض میریم سراغ ترانزیشن و نحوه استفاده از اون. ترانزیشن ها توی فاینال کات از دو طریق شما میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. یکی اینه که شما یک کات رو انتخاب کنید، شما اگر ابزار انتخابتون سلکت باشه، بیاید اینجا و یک تک کلیک بکنید، کاتتون انتخاب میشه و به محض اینکه کاتتون رو انتخاب کردید، یعنی اینجا یک تک کلیک کردید، یا از طریق این ابزار توی ردیف دوم توی سلکشن تول ها ابزار اول، اگر کاتتون رو انتخاب کردید، میتونید روی کات یک ترانزیشن ایجاد بکنید، یا روی کات رایت کلیک بکنید یا کنترل کلیک بکنید و اد ترانزیشن، همونطور که شما می‌بینید کراس دیزالو هست، به دلیل اینکه ترانزیشن اصلی و پیشفرض من کراس دیزالو، همونطور که شما اینجا می‌بینید الان من یک کراس دیزالو به این تصویر اضافه کردم. خب حالا ما اگر بخوایم به ترانزیشن های بیشتری دسترسی داشته باشیم چیکار میتونیم بکنیم؟ همونطور که گفتم کات رو انتخاب میکنید، میای توی منوی افکت
ویدیو ترانزیشنز و از بین این ترانزیشن ها ترانزیشن مورد نظرتون رو انتخاب میکنید. هر کدوم از این ترانزیشن ها اسمشون گویای کاریه که انجام میدن. به طور مثال گروه دیزالو کارهای دیزالوی انجام میدن. اگر من یه ادیتیو دیزالو اینجا ایجاد بکنم، همونطور که شما میبینید با روشنتر کردن، یعنی در واقع ترکیبی از روشنایی های دو تا تصویر رو با هم میکس میکنه و دیزالو میکنه. اگر شما از این ترانزیشن خوشتون نیامد میتونید انتخابش کنید، بیایید افکتس، ویدیو ترانزیشنز و مثلا وایپ، بند وایپ دقیقا جای ترانزیشن قبلی میشینه. اما شما جور دیگه هم میتونید به ترانزیشن هاتون دسترسی داشته باشید که شاید بیشتر مورد استفاده همین روش باشه. شما به جای پنجره اولی که به توی این قسمت میبینید، میاید توی پنجره دوم، در واقع پنجره پروژتونه، پنجره دوم افکتسه. توی این پنجره افکتس تمام چیزهایی که مربوط به افکت های شما هستند دیده میشن. فیلترهای ویدیویی، ترانزیشن های فیلترهای ویدیویی، فیلترهای صوتی، ترانزیشن های صوتی، ترانزیشن های تصویری و حالا خیلی. ویدیو ترانزیشن رو باز میکنید و همونطور که دیدید همین افکت ها رو دقیقا اینجا میبینید. شاید برای شما سوال پیش اومده باشه که وقتی من این کات رو انتخاب میکنم و میام اینجا افکت ویدیو ترانزیشن، چرا بعضی از این ترانزیشن ها بولد هست فونتشون، به عبارتی چرا درشت‌تر نوشته شده. شاید اگه من اینجا یه مقدار زوم کنم راحت تر دیده بشه. همونطور که شما میدید اینجا بعضی از نوشته های مقدار بولدتره و درشت‌تره. علتش اینه که این ترانزیشن ها توی دستگاه شما با توجه به توان سی پی یو و رم و میزان پردازش دستگاه شما ریل تایم خواهند بود. خب از این حرف من شما میتونید اینطور نتیجه بگیرید که تعداد این ترانزیشن هایی که ریل تایم میتونن اجرا بشن توی دستگاه های قدیمی تر کمتر و توی دستگاه های جدید تر بیشتر خواهد بود. به طور مثال من اگر این بند رو انتخاب بکنم، بیام توی افکتس ترانزیشنز، مثلا پیج پیل، حالا اینجا این یکی کات رو انتخاب بکنم و مثلا یه ترانزیشنی که بولد نیست رو بشت، مثلا ریپل دیزالو رو اگر اد بکنم به این ترانزیشن، همونطور که شما میبینید اینجا این تصویر نیاز به رندر معذرت میخوام نداره، ولی این تصویر نیاز به رندر داره. در مورد رندر و اینکه چطور میتونیم یه پروژه رو یا یه تایملاین رو رندر بکنیم بیشتر در موردش براتون توضیح میدم، اما فعلا به این نکته اکتفا بکنید که اگر بالای تایملاینتون خط سبز دیدید، به معنای اینه که اون افکت، اون فیلتر نیاز به رندر نداره و ریل تایم میتونه پلی بشه، و اگر قرمز بود نیاز به رندر داره. من اینجا از قبل از این کلیپ تصویر رو پلی میکنم. و همونطور که شما دیدید این ترانزیشن رو نتونست بر من اجرا بکنه چون نیاز به رندر داره. خب در مورد ترانزیشن ها یک تنها مطلبی که باقی میمونه تنظیمات خود ترانزیشن. شما با دابل کلیک کردن روی یک ترانزیشن میتونید به تنظیماتش دسترسی داشته باشید. اگر شما هر ترانزیشن روش دابل کلیک بکنید اینجا تنظیماتش باز میشه. از اینجا شما میتونید، اولین نکته که این بالا شما میبینید میزان زمان ترانزیشن هست. اینجا الان میگه این ترانزیشن توی یک ثانیه اتفاق میفته، شما ممکنه بخواید توی 5 فریم یا 10 فریم اتفاق بیفته. همونطور که شما دیدید خیلی کوتاه‌تر شد. شما با کلیک و درک کردن ابتدا و انتهای این ترانزیشن هم میتونید ابتدا انتهاش رو تعیین بکنید و زمانش رو تغییر بدید. عنوان دیگه که ترانزیشن داره شروع ترانزیشنه، که از چه جایی باشه تا چه جایی. مثلا من اگر روی این پیج پیل دابل کلیک بکنم میتونم بگم شروع من از اینجا نباشه، شروع من مثلا زودتر باشه، به فرزن شروع ترانزیشن از اینجا باشه. شاید این یه مقدار توی این تایملاین کات ایجاد بکنه، ولی خب نه خیلی هم بد نشد، یه مقدار از زمان ما رو توش صرفه جویی کرد. قسمت بالا در واقع اینی که چقدر تایم ترانزیشن باشه، چقدر زمان ترانزیشن باشه، شروعش از کجا باشه و پایانش تا کجا،
و همچنین از این تصویر به این تصویر بره یا از این تصویر به این تصویر توی تمام ترانزیشن ها ثابته. اگر من اینجا این آیکون کوچولو رو بزنم ترانزیشن من برعکس میشه. اگر شما با دقت به این تصویر نگاه کنید تصویر از بالا روی یک تصویر میشینه، در حالی که اگر من ترانزیشن رو برعکس بکنم ترانزیشن برعکس عمل میکنه و ورق از پایین به بالا میره. این قسمت توی تمام ترانزیشن ها ثابت هست، اما قسمت پایین تنظیماتی که مربوط به هر ترانزیشن خاصه. به طور مثال توی این ترانزیشن خاص میگه که میخواید زاویه چرخش چه شکلی باشه، ابعادش یعنی در قطر این کاغذ ما لولگی کاغذ ما چقدر باشه، روی لبش هایلایت داشته باشه. همونطور که شما میدید الان اینجا یه هایلایتی جا شد یا نداشته باشه و حالا یه سری تنظیمات دیگه. اگر شما خواستید همونطور که توی درسای قبلی دیدیم با زدن زبدر میتونید این ترانزیشن رو ریست بکنید. مطلب آخر در مورد ترانزیشن ها این که ترانزیشن ها رو شما معمولا بین دوتا کات میخواید، یعنی میخواید از پلان قبل تا پلان بعد شروع بشن و ادامه داشته باشن. اما اگر بخواید فقط روی کلیپ اول ترانزیشن شما عمل بکنه، توی این سه تا مثلث بالا مثلث اول رو میزنید، همونطور که شما دیدید یه اخطار به من داد که تایم کافی نداره این یکی کلیپ، یعنی در واقع از اینجا تا انتهای تصویر تایم کافی برای یک ثانیه ترانزیشن نداره. ترانزیشن ما اگر خاطرتون باشه یک ثانیه بود، ما اینجا الان از این قسمت تا این قسمت 4-5 فریم بیشتر فاصله نداریم. دقیقش رو اگر بخواین 21 منهای 7 14 فریمه، نصف زمانمون 10 فریم تقریبا کم میاریم. خب در هر صورت من روی این ترانزیشن دابل کلیک میکنم. اگر من روی این یکی مثلث کلیک بکنم، شما میبینید که ترانزیشن فقط روی این یکی تصویر میمونه و از ابتدای کات این یکی کلیپ شروع میشه، در نتیجه ترانزیشن روی تمام زمان این یکی کلیپ تاثیر نداره و فقط روی این یکی کلیپ اوورلپ میشه. و وسط هم که مشخصه بین کات میندازه. یه نکته ای که خیلی شاید براتون جذاب باشه و جالب باشه و بخواید ازش زیاد توی کارتون استفاده بکنید اینه که شما ممکنه مثلا چندین و چند کلیپ رو با هم به تایملاینتون اضافه بکنید و مثلا یه ترانزیشنی درست بکنید. مثلا ما اینجا یه پیج پیل میخوایم که فرزن زاویه بلند شدن کاغذ اینجوری باشه، قطرش کم بیشتر باشه، هایلایت هم مثلا داشته باشه، هرچند که من خودم از این هایلایت زیاد خوشم نمیاد ولی هر صورت. حالا شما اگر بخواید دوباره عین همین ترانزیشن رو به این کات، به این کات و به بقیه کاتاتون اضافه بکنید چیکار میکنید؟ راحت ترین راهش اینه که خود ترانزیشن رو انتخاب کنید، دابل کلیک بکنید، این آیکون دستی که اینجا میبینید رو درگ بکنید و بیارید روی کات بعدی، همینطور کات بعدی و الی آخر. الان این ترانزیشن ها تنظیماتشون با این ترانزیشن دقیقاً یکیه و دقیقاً عین همون ترانزیشن برشون کار میکنن. خب امیدوارم توضیحاتم در مورد ترانزیشن ها کمکتون کرده باشه و زیاد پراکنده نبوده باشه.